104 سال پیش از امروز افغانستان پس از 3 بار جنگ با بریتانیا استقلالش را در سال 1919 از این کشور گرفت. رویدادی که همچنان بسیاری ها معتقدند 28 اسد نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان است. با این رویداد افغان ها به یک امید تازه رسیده است. عرض سلام مجدد خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز. در این بخش برنامه مهمان عزیز و گرامی داریم، جناب دکتر اکرم عارفی، استاد دانشگاه، در این بخش مهمان برنامه ما هست و بیشتر درباره این روز استقلال و 28 اسد صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. علیک السلام، سلامت باشید. تشکر از اینکه وقت دادین و در برنامه حاضر شدین. خب، گفته شده است که امضای معاهده گندمک توسط محمد یعقوب خان منجر به این شد که کشور تحت حمایه و یا سیطره کشور بریتانیا قرار بگیرد. در ابتدا اگر به طور مختصر اشاره داشته باشید که خب این معاهده حاوی چی بود است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول فرارستن سال روز استقلال افغانستان را یا استعداد استقلال را تبریک میگویم برای همه هموطنان و از خداوند میخواهیم که مسیر استقلال ادامه پیدا بکنه. این رفت برگشت هایی که در افغانستان اتفاق افتاده و همیشه رفتن به عدم استقلال بعد دوباره به دست آوردن استقلال یک پروسه شده که بیش از یک قرن که ما درگیر ازی هستیم. این رقم برای شما بگویم که افغانستان اول یک کشور مستقل بود. در سالهای اول حکومت ابدالی ها افغانستان یک کشور بسیار قدرتمندی بود و یک امپراتوری را احمد شاه ایجاد کرده بود و بر اساس این امپراتوری ساحه کنونی افغانستان امروز و بخش‌های زیادی از هند و قسمت‌هایی از شرق ایران جزء حکومت افغانستان بود. اما بعد از این که امپراتوری یا بگوییم که استعمار انگلیس جایگاه خود را در هند تثبیت کرد و کم کم ساحات بیشتر از هند را تحت تصرف خود قرار داد و بعد در همسایگی ما در بخش پنجاب هند، شبه قاره هند، حکومت سیک ها به وجود آمدک، رنجیت سینگ که یک پادشاه بسیار مقتدر سیک ها بود، اینا کم کم قلمرو خود را گسترش دادن به سمت افغانستان تا آمدن و کم اون اکثر جغرافیای افغانستان که در قلمرو هند بود در اون زمان اینا را پس گرفتن با همکاری انگلیس ها و حکومت سیک پنجاب و جغرافیای افغانستان کوچک شد. بعد از این افغانستان یک حالت دفاعی گرفت و حالت تهاجمی از سوی انگلیس ها و از سوی حکومت سیک پنجاب شروع شد. به طور مشخص اگر ما بگویم از سالهای 1938 یا 39 تا 1838 از 1838 یا 39 تا 1919 یک دوره که افغانستان تحت حمایه انگلیسی ها قرار دارد و معاهداتی که شما اشاره کردید بر اساس اون معاهدات بود که افغانستان تحت تاثیر اون جنگ اول افغان و انگلیس که اتفاق افتاد بین سال 1838 تا 1840 در این دو سال انگلیسی آمدند در کابل و در سایر جاهای افغانستان و از اون زمان افغانستان تحت حمایه قرار گرفت. موادی که در اون معاهده گنجانده شده بود فقط این بود که افغانستان به لحاظ روابط خارجی با هیچ کشور حق مراوده و برقراری روابط ندارند. در سیاست‌های داخلی خود مستقل است اما در روابط خارجی باید هر اقدامی که افغانستان انجام می‌دهد از کانال انگلستان و دولت بریتانیا انجام می‌دهد. اگر مسائلی با همسایه‌ها داره، مسائل مرزی دارد یا مسائل دیگر. از اون زمان بود که یعنی سال 1838 و 39 تا 1919 این وضعیت در افغانستان وجود داشت که ما میگیم دوره عدم استقلال. بله. و به نحو سیاست خارجی باید کنترل میشد بعد از آنها. بله. بله. خب جناب استاد، در این مدت که اشغال بریتانیا ها خوانده شده وضع مردم چگونه بود؟ آیا مردم از حکومت و کارکردهای دولت راضی بود؟ من اول اصلاح کنم، کلمه اشغال خیلی اونجا معنا نداشت. بله. چون اشغال این است که یک کشور با حضور نظامیشان و حضور فیزیکی نیروهای انسانیشان می آید، مدیریت را به دست می گیرد و بر اساس میل خود، بر اساس زور و جبر حکومت می کند. افغانستان اشغال نشد توسط انگلیسی ها. جنگای بود، به قصد اشغال آمد، ولی یک مدت دو سال بیرون شدن اونا. یعنی سال
1838 که آمد، جنگ های در افغانستان صورت گرفت. در سال 40 انگلیس ها دوباره بیرون شد و بعد از اون بر اساس اون توافق سیاسی افغانستان تحت الحمایه قرار گرفت. ایران اشغال ادامه پیدا نکرد در اینجا. خب افغانستان به این قسم بود، خدماتی که شما اشاره میکنید، در گذشته دولت ها خدمات راه نمیداد برای مردم. دولت ها صرفا در پی این بود که حکومت خود را حفظ بکنه و یک امنیت و ثبات را در داخل کشور به وجود بیاره و از شورش ها و نابسامانی ها و راهزنی ها و قائله های دیگری که احتمال بودن از اونا جلوگیری بکنه. بیشتر حکومت ها دنبال این بود، یعنی هدف اساسی حکومت برقراری امنیت و برقراری ثبات در داخل کشور بود و یک مقدار هم رسیدگی به مسائل روزمره مانند حل اختلافات و نزاها و جنجالها که بهش قضای اینا را عهده داشتند. بنابراین چیزی به نام خدمات اونم در افغانستان قرن 19 متداول نبود که دولت بیه در قسمت آموزش و تعلیم یا در قسمت راهسازی و سرکسازی ها یا در قسمت زراعت و بندسازی و انکشاف نهرها و جوی ها، در هیچ کدام زمینه دولت در اون زمان خدمات را نمیداد. تنها خدمات که را میداد تامین امنیت بود و تمام. بله. خب جناب استاد، اگر بیایم در اصل خود استقلال، در ابتدا تعریف شما از استقلال چه است؟ استقلال به معنای این است که یک دولت در روابط بیرونی خود و در روابط و سیاست‌های داخلی خود بر اساس منافع و مصالح خودش خودی تصمیم گیرنده باشد و دور از فشارهایی که مبتنی بر زور و اجبار باشد از سوی کشورهای بیرونی. ما به این میگیم استقلال. کلمه استقلال اگرچه روی کرد بیرونی دارد، یعنی کشور در روابط بیرونی خود بیشتر آزادی عمل داشته و استقلال داشته باشد. مفهوم استقلال این همین مفهوم میتونه باشه. خب جناب دکتر، استقلال و آزادی چی چیز را برای کشور و یک ملت میتونه برمغان بیاره؟ استقلال و آزادی مبنای تمام سیاست هایی که در راستای منافع اون ملت، منافع اون مردم میتونه شکل بگیره. فقط سخن در اینه که دولت مردان تا چی اندازه اراده داشته باشد که از استقلال و آزادی خود بهره گیری بکنه و چی اندازه اراده بهره‌گیری از اون فضا و شرایط را نداشته باشد. خود استقلال به یک دولت اجازه می‌دهد، این فرصت و امکانات را فراهم می‌سازد تا دولت بر اساس مصالح و منافع خود در رابط با بیرونی‌ها عمل بکند. اگر کشور مستقل نباشد در رابط خارجی خود، او باید سیاست‌های بیرونی و تعاملات بیرونی خود را بر اساس سیاست اون کشور استعمارگر یا کشور قدرتمند یا کشور مادر که به او وابسته هستند باید جهت بدهند. لذا استقلال خیلی میتونه مفید باشد. اگر استقلال نبود، یعنی دولت ها یک ابزاری در جهت پیشبرد سیاست ها و منافع کشور دیگر. اگر استقلال بود، دولت از اون ابزارگونگی بیرون می آید و سیاست های خود پیش می برد. سیاست خودشون منافعشان، اگر با یک کشوری لازم نبود خونه دوستی میکنه، اگر ممکن یک شرایطی باشد ممکنه وارد یک منازعه و مجادله شود، به هر حال دوستیشان و عدم دوستیشان بر اساس منافعی که به خود این کشور برمیگردد. مسئله آزادی ما میرقمی، آزادی بیشتر معطوف به داخل است، نگاهی به داخل دارد. که یک دولت در سیاست‌های داخلی خود آزادی عمل داشته باشد بر اساس باسم مصالح خودشان، منافع خودشان و اولویت‌هایی که خودشان در نظر میگیرد. از این جهت یعنی استقلال و آزادی دو تا بنیاد بسیار کلانی برای رشد یک دولت. بله. خب جناب استاد، یک سوالی که بیشتر حتی در بین مردم ما هم مطرح میشه این است که خب افغانستان همزمان با کشور ژاپن به استقلال رسید و خب حالا جایگاه ژاپن در موارد مختلف جهانی تثبیت شده است. سوال اینجاست که چه چیزی باعث شد که بین افغانستان و ژاپن این همه تفاوت ایجاد کنه و نتوانست به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست پیدا کنه؟ مشکل کجا بود؟ ما خودم همین معنای نمی جمله را هنوز پیدا نکردم. در بین مردم ما، جامعه ما، در ادبیات عامیانه بسیار رایج است. همیشه ما از خرد که بودیم ما کلمه را میشنویدیم، مال کلان شدیم ما کلمه را میشنویم که افغانستان با ژاپن یک روز استقلال خود به دست آورده. ما متوجه نشدیم که مثلا ژاپن از کی استقلال خود به دست آورده. خب اول خود از این جمله را من خودم یا معلومات ما دقیق نیست که مثلا ژاپن تحت تاثیر یا استعمار یا سلطه کدام کشور بوده تا به دست آورده باشد. یک کلمه.
کلمه دیگه ایره ما برایتان بگوییم که ژاپن یک قدرتی بسیار کلانی در قرن 19 بود و در قرن 20 بود. یعنی افغانستان رقمی نبود. افغانستان در دوران احمدشاه ابدالی و بعد یک مدت کوتاه بعد از احمدشاه مانند تیمورشاه و زمانشاه یک پادشاهی کلان بود. یک امپراتوری بود که یک امپراتوری صرفاً بر اساس نفوذ سیاسی و جغرافیا و قدرت نظامی سوار یافته بود. این افغانستان هیچ گونه ظرفیت علمی، ظرفیت تمدنی برای خود ایجاد نتانستند. صرفاً یک قدرت نظامی و جنگجویی بود که ساحات را فتح کردند. ژاپن تو نیست. یعنی ژاپن در قرن 19 یکی از قدرت‌های کلان آسیا است. ژاپن کشوری که وقتی که با چین وارد جنگ میشه در جنگ‌های است که چین شکست می‌دهند، در جنگ‌هایی که با روس روس شکست می‌دهند، در 1905 با روسا وارد جنگ شد، روسا را شکست دادن. یعنی از این خاطر ما میگیم که ما میگیم استقلال خود با از ژاپن به دست آوردیم، معلوم نیست ژاپن خودش اگر بر قدرت یا قدرت منطقه‌ای است و تاثیر چی کسیه که ما بگوییم که از ژاپن استقلال خود دست آورد. و بعد در اون زمانم ژاپن یک قدرت دریایی بسیار قوی داره، قدرت نظامی بسیار قوی داره، به لحاظ صنعت و به لحاظ علم دانش متناسب با قرن 19 که از قدرت‌های بسیار کلان است. و در جنگ جهانی اول شما می‌بینید که ژاپن به عنوان قدرت بسیار قوی، اگر آمریکا وارد صحنه نمی‌شد یا در جنگ جهانی دوم حتی از بمب اتمی استفاده نمی‌کرد، ژاپن اصلا قابل شکست نبود. این تو یک قدرته. افغانستان تو نیست. افغانستان از اول یک کشور زراعتی بوده، یک کشور قبایلی بودند، یک کشور پراکنده بودند. در اینجا اون زیرساخت‌های اساسی رشد و ترقی یک کشور شکل نگرفته بود. بنان مقایسه ما با ژاپن نه در گذشته تقارن و نزدیکی شباهتی داره و نه در زمانی اگر استقلالی وجود داشته باشد که من خبر ندارم که استقلال ژاپن از چی بوده و نه آلی. بنان این تشبیه هیچ گونه جایگاهی برای خود نمیتونه داشته باشه. بله. خب یک سوالی بود که در اکثر مردم عام در اذهان عامه بیشتر جریان داره. حالا قصد از مطرح کردن این سوالی بود که بیشتر همین سوال تصحیح شده و اشاره خوبی هم شما داشتین. خب جناب دکتر، خب حالا استقلال به دست آمد، خب وظیفه و مسئولیت ما حالا در قبال استقلال چی است؟ یعنی درست بعد از 104 سال بعدش این چه نکات را باید ما از استقلال باید بیاموزیم؟ من در پاسخ یک از این سوالاتی که شما فرمودید من اشاره کردم که استقلال معناش اینه که یک شرایط را، یک زمینه را برای دولت ها فراهم می سازد تا بر اساس منافع و اولویت های خودش در بیرون عمل بکنه. ما امروز از همین ظرفیت ها باید استفاده کنیم. وقتی که گفتیم افغانستان به استقلال رسید، معناش اینه که افغانستان روابط و سیاست خارجی خود را بر اساس منافع خودش، ضرورت ها و اولویت خودش باید تنظیم بکنه. مثلا ما در منطقه باید بر اساس سیاست خود عمل کنیم، جدا از این که کشورهای منطقه رقابتشان چگونه هستند، رفتارشان چگونه هستند، خصومت‌هایشان چگونه هست. افغانستان بر اساس نیازها و شرایط داخلی خود یا در سطح بین‌المللی قدرت‌های کلان وجود دارد، قدرت‌های کلان با هم در تنش‌های بسیار شدیدی وجود دارد، مثل آمریکا با روسیه، آمریکا با چین. باز افغانستان معنای استقلالش اینه که بر اساس منافع خود روابط خود را با قدرت‌های کلان دنیا تنظیم بکنه. این معنای استقلاله. در استقلال اینه که شما در پی اولویت منافع خود و مصالح خود باشید. اگر یک دولتی نتوانه یا بر اساس فشار بیرونی یا بر اساس اون ضعفی در سیاستگذاری و تصمیمگیری و سیاسی خودش خود را به یک طرف متکی بسازد، خود را وابسته بسازد، چنانچه ما در دوران ظاهرشاه بودیم، ظاهرشاه تحت فشار بیرونی چندان نبود، ولی به دلیل ضعف درونی خودش افغانستان را در یک وضعیتی بی‌طرفی منفی منفعلانه بی‌تأثیر قرار داده بود، در صورتی که ضرورت نداشت. میتونه بینان استقلال معنایش اینه و این ظرفیت و این شرایط را و این امکانات فراهم می‌سازد. اگر چنین چیزی نشود که ما بر اساس منافع و مصالح و شرایط و ضرورت‌های خود یک سیاست‌گذاری بکنیم و کشور خود را به یک مرحله جدیدتر برسانیم با وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و همه چیزشان را رشد بدیم، او استقلال صرفاً بر عنوان شعار برای ما سودی نداره. ما بگوییم که آل 104مین سالگرد استقلالی که آمان الله به دست آورد، خب ما در طول 104 سال چی خدمات و کار و رشد را برای وطن خود انجام دادیم؟ شاهان ما که بودن یا رئیس جمهورهای ما که بودن با وجود آمدن از این استقلال چی استفاده بودن؟ بنان استقلال
یک مفهوم بسیار بارزیش یه به شرطی که سیاست ها بر اساس اون استقلال استوار گردد و الا خود استقلال یک کلمه یه که به تنهایی خود نمیتونه یک کشور را به جایی برساند. خیلی تشکر جناب دکتر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و قبول زحمت کردین. در اخیر هم یک پیامی از شما میشنویم. خب پیام کسی که یک پیام نداره، پیام مالی کسانی که تأثیر گذارن. اون چیزی که ما میگویم اینه که استقلال ما بسیار دل خوش نکنیم به کلمه استقلال، مفهوم و واژه استقلال و شعار استقلال. استقلال یک آثاری داره، یک پیامدهایی داره، یک پیامی داره و این است که ما اشاره کردیم که ما بر اساس منافع و ارزش‌های خود و اولویت‌های خود عمل بکنیم. اگه کار ما نکنیم استقلال در حد یک شعار محدود خواهد ماند و 104 سال ما از استقلال خود بهره نگرفتیم. اگر این مسیر را باز ادامه بدیم باز ممکن است که هیچ دستاورد خاصی برای مردم ملت ما نداشته باشه. خیلی تشکر جناب دکتر از حضور شما.